على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. امروز ان شاء الله سه آیه سوره اعلا را مطالعه و تفسیر میکنیم. قبل از اینکه آغاز کنیم در این مورد دو حدیث است که از پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم روایت شده. اولی حدیثی است که پیامبر صلی الله علیه وسلم این سوره را بسیار زیاد دوست داشت، سوره اعلا را بسیار زیاد دوست داشت. و دومی روایتی است که اکثرا در نمازهای جمعه در رکعت اول سوره اعلا را تلاوت میکرد و در رکعت دوم سوره غاشیه را. هل اتاک حدیث الغاشیه وجوه یومئذ خاشعه، یعنی یک نوع تعلق خاص داشت خدا پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم با این سوره. و یک بحث بسیار فلسفی در این سوره مطرح است که انشاءالله کوشش میکنیم که این بحث را مطرح کنیم. سبح اسم ربک الاعلی، خود کلمه سبحه از باب تفعیل گرفته شده و معنایش است که یک چیز را یا یک شی را در اون محلی که او قرار داره ثابت نگه داشتن. این معنای لغویش است، یعنی الله متعال واحد است، یکتا هست، بی همتا هست، شریک و مانند نداره. الله متعال را وقتی که انسان توسط اعمال خود، توسط گفتار خود و توسط افعال خود در امی جا نگاه میکنه، اینمی تسبیح الله را بیان میکنه، یعنی الله بی همتا هست، الله شریک و مانند نداره و ما الله را هم توسط گفتار خود و هم توسط اعمال خود در امو مرحله، در امو جایی که قرار داره نگاه میکنیم، اینمی تسبیح الله را بیان کردن. یعنی الله متعال را از هر نوع کمی، از هر نوع شرک، از هر نوع نقص، از هر نوع بدعت پاک نگه داشتن، این تسبیح الله را بیان کردن است. مثلا سوره اخلاص که است، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. الله را توحید شد در مو چیزی که است، چیزی که الله متعال بیان کرده در مو سطح نگاه کرده بیان میکنه. ای است تسبیح، سبح یسبح، تسبیح الله، پاکی الله را بیان کردن و تمام نقص و عیب را از الله و از ذات الله دور کردن، ای هم تسبیح است، ای هم پاکی الله را بیان کردن است. تسبیح یا سبح انواع مختلف داره. یکی تسبیح الله در ذات الله هست که مثالش پیشتر گفتیم که الله شریک نداره، بی مثل و مانند است، بی همتا هست و یکتا هست. و این تسبیح در ذات الله هست، یعنی ذات الله را از هر نوع شرک پاک کردیم، پاک بیان کردیمش، این تسبیح در ذات الله هست. و اگر خدا نخواسته که در ذات الله چیزی را شریک میکنه، این یکی از گناه های کبیره است که اگر انسان توبه نکنه بخشیده نمیشه. اینقدر گناه بزرگ است که الله متعال در این مورد بیان میکنه که تکاد السماوات و یتفطرن منه و تنشق الارض و تخر الجبال هدا ان دعا للرحمن ولد. نزدیک است که آسمان ها از بین بره، زمین شق شود و کوه ها از بین بره. چرا؟ به خاطر که میگن ان دعا للرحمن ولد، که رحمان پسر داره، نعوذ بالله، که حضرت عیسی پسر الله است، نعوذ بالله. تسبیح اینمی چیز نفی میکنه، اینمی چیز رد میکنه. دیگه تسبیح هست در صفات الله، که صفات الله را از هر نوع عیب و از هر نوع نقص پاک بیان کردن، این هم تسبیح هست. مثلا صفات الله که در جلسات گذشته هم مطالعه کردیم که از اول هست تا آخر هست و ذاتی هست، حادث نیست. و صفات تمام بشر موقتی هست، عطایی هست، یعنی الله متعال برش عطا کرده و حادث هست، خلق شده، از اول وجود نداشته. تمام صفات الله از لحاظ کیفیت و کمیت لا یتناهی است، یعنی کسی وجود نداره و چیزی وجود نداره که او را اندازه گیری کنه. الله متعال علم داره، چی قدر علم داره ایره کسی اندازه کرده نمیتونه. الله متعال میبینه، چی قدر میبینه و چی قسم میبینه کسی او را احاطه کرده نمیتونه، کسی او را اندازه کرده نمیتونه. دیگه توحید امی تسبیح هست در اسماء الله، یکی در ذات شد، یکی در صفات و دیگه در اسماء الله. اینجا هم تسبیح وجود داره، اسماء الله را پاک بیان کردن. سبح اسم ربک الاعلی، نام پروردگارت را پاک بیان کن، منزه بیان کنش. در او کدام الهاد را، کدام شرک را، کدام خرافات را در او مخلوط نکن، پاک و منزه اسماء الله را بیان کردن، این هم تسبیح هست. سبح اسم ربک الاعلی، حتی در بعض علماء به این نظر هستند که الحاد فی الاسماء الله، کسی که در نام الله یک نوع کجی را پیدا میکنه، الحاد از لحد گرفته شده،
خود الله در اصل کجیره میگه، یعنی کسی که در نام الله کجیره پیدا میکنه او هم یک نفی از تسبیح الله میکنه. نام الله را طوری که باید بیان شه او قسم بیان نمیکنه. مثلا چه قسم الهاد و چه قسم یک کجی در نام الله پیدا میشه؟ الهاد فی الاسماء الله چه قسم پیدا میشه؟ نام الله هست که الستار، الرحمن، الرحیم، الغفور، این نام های الله هست. یعنی وقتی که انسان تمام صفات و تمام اسماء دیگر الله را فراموش میکنه و فقط تکیه میکنه به همین اسماء، این هم یک نوع نفی تسبیح هست. و الهاد پیدا کردن، کجی پیدا کردن در اسماء الله هست. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، ای انسان چی چیز باعث شد که تو در مورد پروردگارت فریب خوردی؟ یعنی الله غفور است، رحیم است، رحمان است، ستار است، بشک هست، ولی باعث نشود که تو گناه کنی. بعض انسان هایی که در گناه غرق هستند میگه که الله الستار است، گناه های مرا میپوشاند، الغفور است، گناه های مرا میپوشاند، الرحمان است، الرحیم است، مرا میبخشد. یعنی این کلمات را و این اسما را برای الله استفاده کردن در جای خود صحیح است، ولی الله الاسماء الحسنى فدعوه بها، امی اسماء نیک از الله هست و به امی اسماء الله را یاد کو. اما در عین حال الله متعال شدید العقاب است، قوی هست، عزیز است، عزیز ذو انتقام است. یعنی اگر گناه کنی تو را گرفته هم میتونه، تو را مؤاخذه هم میکنه، تو مسئول هم هستی. به این خاطر که به خاطر دهی مسئله بسیار مردم یک نوع تشویش است و انسان را به بیراه میکشانه. الله متعال را در اسماء الله متعال این آیات اول امیر بیان میکنه، سبح اسم ربک الاعلی، نام های پروردگارت را به پاکی بیان کن. این قسم نیه که تنها الستار، الغفور، الرحمن، الرحیم بیان کنی، العزیز، القوی، شدید ذو انتقام ایره هم بیان کو، شدید العقاب ایره هم بیان کو. و همی است که یک نوع توازن را برقرار میکنه. و همی است که بعد از این خوف و رجوع به میان میاد. انسان قبل از اینکه گناه کنه میترسد، انسان بعد از اینکه گناه میکنه رجوع داشته باشه که گناه از پیش من سر زد ولی من اگر توبه کنم خداوند منو ببخشه. اگر اینی تصور وجود نداشت انسان به بیراه میره. برخلاف از اگر تصور اسماء دیگر را که نامش بودیم، اگر او پیدا شد او هم انسان را به بیراه میکشانه. از الغفور، العزیز، القوی، شدید العقاب، یعنی انسان بعد از فکر میکنه که اگر من یک گناه عادی را هم مرتکب شدم دیگر در دوزخ هستم. وقتی که در دوزخ هستم دیگر تشویش میکنه، تشویش که دپرس میشه، دپرس که دیگر دیگر کنه خود محکم میگیره و بندی میکنه که من گناه کردیم در دوزخ میرم. یک قسم هم نیست. تمام نامهای خدا، الستار، الغفور، الرحمن، الرحیم، بعد از اون نام هایی که شدید العقاب، شدید ذو انتقام، عزیز قوی، اینی است که سبح اسم ربک الاعلی، نام های خداوند را طوری بیان کردن که او پاک باشه از هر نوع کجی، از هر نوع انحراف، از هر نوع کمی و کاستی. این است تسبیح الله را بیان کردن. مسئله دوم که است سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا، خداوند متعال او ذات است که خلق کرد بعد از او انسان را برابر ساخت، توازن را برقرار کرد. خود خلق وقتی که می خود قرآن می استعلار استعمال میکنه که الذی خلق، یعنی وقتی پیش از اینکه انسان خلق شوه امی علم خلقت انسان در علم خداوند وجود داره. یعنی خداوند میفهمید که چه وقت انسان را خلق میکنه و چه سان خلق میکنه. تا این وقت انسان خلق نشده بود، اما خداوند دو ذات است که الله متعال او ذات است که می فهمید قبل از خلقت انسان که چی را خلق میکنه و می فهمید که در کدام زمان و در کدام وقت و چه قسمی خلق میشه. ای را هم می فهمید. ای در علم خدا هم بود. به همین خاطر بعض نام های را که در سوره حشر هم آمده و در اسماء الحسنا هم است برای الله متعال استعمال میشه که الخالق الباری المصور، الخالق الباری المصور. خالق هم قسم که گفتیم قبل از اینکه انسان خلق شوه علم خلقت انسان، علم پیدایش انسان در ذات الله وجود داشت، در علم الله وجود داشت. الباری ای ظهور میکنه وقتی که انسان خلق میشه، همین خود الباری ظهور میکنه که انسان تخلیق میشه. المصور کسی است که انسان را صورت میبخشه، انسان را مقبول خلق میکنه، انسان را حسن میده. ای است مسئله خلقت. سبح اسم ربک الاعلی الذي خلق فسوى، فسوى بعد از او، بعد از اینکه خداوند انسان را خلق کرد بعد از او انسان را برابر ساخت، توازن را در خلقت انسان برابر ساخت، انسان را حسین خلق کرد، انسان را مقبول ساخت. این است که الذي خلق فسوى.
فتبارک الله احسن الخالقین. او ذات با برکت است الله متعال که احسن الخالقین، بهترین مخلوق را خلق کرده، بهترین خالق هسته. همین خود انسان، یعنی اگر انسان خوب دقت کنه متوجه شد میبینه که خلقت بسیار عجیب است و یک امر عادی نیست. این انسان فکر میکنه، این انسان تدبر میکنه، این انسان چشم داره، این انسان عقل داره و هر عمل ازی به خاطر یک هدف خلق شده. هر روز وازی یک هدف داره، هر روز وازی یک عمل را انجام میده. یعنی یک مخلوق بسیار مغلق و پیچیده است، اما برای الله متعال انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. در عالم امر کمی کن فیکون دیگر وقت هم ضرورت نیست و پروسه هم ضرورت نیست، زمان هم ضرورت نیست. ای است که الذی خلق فسوا، خداوند او ذاتی است که خلق کرد بعد از او انسان را برابر ساخت. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا. و خداوند او ذاتی است که اندازه کرد، که انسان اندازه را مقرر کرد که انسان چه وقت خلق میشه، کدام اعمال را انجام میده، چقدر علم حاصل میکنه، کدام فعل از این سر میزنه، کدام گناه ها را مرتکبش میشه، از کدام گناه ها اجتناب میکنه، با کدام راه روان میشه، چقدر در می کسب علم چقدر کوشش میکنه، در مورد ذات الله، در مورد حاصل کردن علم بر ذات الله چقدر کوشش میکنه. تمامش الله الذی قدر، خداوند ذاتی است که تقدیر را مقرر کرد، اندازه کرد از هر انسان را که از چه وقت پیدا میشه و تا دمی که میمیره کدام اعمال را انجام میده، کدام اعمال را انجام نمیده، چقدر توبه میکنه، چقدر ذکر میکنه، تمامش در علم الله است. این علم الله است الذی قدر فهدا. بعد از خداوند او ذاتی است که خداوند تمام مخلوق را که خلق کرد هدایت داد، مخلوق را، نه تنها انسان را. خداوند مخلوقات را خلق کرده و امی خود هدایت ادوار داره، چندین دوره داره، چندین مراحل داره. یکی خود پیش از اینکه به انسان برسیم، خداوند آفتاب را خلق کرده، خداوند آفتاب را هدایت کرده کدام عمل را انجام بده. خداوند مهتاب را خلق کرده، خداوند مهتاب را هدایت کرده کدام عمل را انجام بده. خداوند آسمان، زمین و بحر را خلق کرده و ابرها را خلق کرده، برای تمامش هدایت داده کدام عمل را انجام بده. این هدایت الله است که نمی تحت قانون طبیعت عمل میکنه، ولی خود قانون طبیعت در ذات خود تابع قوانین الله است. قانون طبیعتی است که آتش، قانون طبیعت می است که آتش می سوزانه. الله همی را که خلق کرده، همی هدف خلقت آتشی است که آتش بسوزانه، آتش گرم بیاره، آتش تولید حرارت میکنه. اما خود آتش را وقتی که قانون الله، چون آتش، همی خود آتش قانون طبیعت است، قانون الله از قانون طبیعت کده والا است، بالا است. وقتی که مداخله کنه قانون طبیعت تغییر میده. مثلا حضرت ابراهیم را که در آتش انداختند، آتش باید میسوخت. یا نارو گونی بردم و سلام، الله متعال میفرماید ای آتش سرد شو و ابراهیم را سلامت نگاه کن، علیه السلام. قانون طبیعت بود، اما قانون الله مداخله کرد و قانون طبیعت تغییر داد. بحر را اندازش همی است که او روان است، روان دوان است و چیزی که در او میاد او را میبره، موج داره. وقتی که الله امر کرد که ای عیسی تو به عصای خود به بحر بزن، بحر دوباره میشه. قانون طبیعت از بین میره، چون قانون طبیعت مخلوق الله هست و الله مخلوق خود را خلق کرده و میتونه که تغییر هم بده. ای است سبحان الذي اسرى بعبده، سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. قانون طبیعت است که به یک وسیله ضرورت داری که از یک جا به جای دیگه انتقال کنی، اما وقتی که الله متعال مداخله میکنه قانون الله، قانون طبیعت تغییر میده. و حضرت پیامبر اسلام یعنی تعیین میکنه بسیار مسافه زیاد را در هیچ وقت و در هیچ زمان. این است قانون الله. بعد از این قانون هدایت انسان است که الله متعال انسان را چه قسم هدایت میده، کدام مراحل را برای ازی خداوند آماده ساخته، کدام وسایل را برش آماده ساخته. یعنی خداوند وقتی که مراحل و وسایل انسان مطالعه میکنه، انسان حیران مونه که چقدر خداوند تضمین کرده که هدایت حق است و هدایت آسان است و برای هر انسان آماده است. انسان فقط می چشم خود را باز کنه، هدایت برش است. مرحله اولی است که انسان وقت خداوند متعال وقتی که انسان را خلق میکنه، فالهمها فجورها و تقواها. این هدایت وجدانی است، یا این هدایت است که در ضمیر انسان و در وجدان انسان وضع شده. خود انسان میفهمه کدام کار خیر است، کدام شر است. بعد از این هدایت، هدایت است که هدایت عقلی است.
هدایت کسبی است که انسان توسط عقل خود هدایت را کسب میکنه، هدایت حاصل میکنه. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنهم مسؤولا. چشم تو، گوش تو و عقل تو تمامش مسئول است. و چشم، گوش و عقل یک انسان عاقل و با منطق به هدایت میرسه، خود از او درک میکنه کدام کار حق است و کدام کار ناحق است. این شد سه هدایت. یکی هدایت برای تمام مخلوقات بود که او آفتاب و مهتاب و زمین و نباتات همیشه در بر میگیرد. دوم هدایت وجدانی بود که خداوند در وجدان انسان وضع کرده. سوم هدایت همین هدایت کسبی بود که انسان توسط عقل خود او را کسب میکنه. بعد از یه هم اگر کدام سوال پیدا میشه و انسان دچار کدام مشکل میشه و یا مسئله برش مبهم میباشه، روشن نمیباشه، بعد از وقت خداوند متعال هدایت آخری را و هدایت کامل را نازل میکنه، او وحی است. ان هدى الله هو الهدى. هدایت به تحقیق خداوند، هدایت خداوند اصل هدایت هم است. و در اینجا است که خداوند متعال پیامبر از خود بشر تعیین میکنه و بر از او وحی خود را نازل میکنه و با او مکالمه میکنه که انسان در بعضی چیزهایی که مبهم مانده او را برش واضح بسازه. در بعضی مسائل که فکر انسان او را حل کرده نمیتونه و بر انسان ایجاد مشکل میکنه، او را برش خداوند توسط وحی حل میکنه. بعد از این است که باز خود خداوند در قرآن میگه الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. تمام ثنا، تمام صفات و تمام خوبی ها و تمام شکر او ذاتی را که ما را به یه چیز هدایت داد، به معرفت ذات الله. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی. به یه هدایت نمی رسیدیم، به یه هدایت چارم ما نمی رسیدیم، لولا ان هدانا الله، تا ای که الله متعال ما را هدایت نمی کرد. یه از تا چار هدایتی را که قرآن یا خود اسلام مطرح میکنه و هدایتی را که قرآن پیش میکنه او هدایت عادی هم نیست. وقتی که انسان به یه هدایت چنگ میزنه، الله متعال و همین خود هدایتی که قرآن است ایره تا مؤخر جای از این میرسانه. این هدایت است. یک هدایتی است که از یک انسان راه را پرسان میکنه. چندین بار این مثال را گفتیم، او برش میگه که فلانه سرک فلانه سرک، دست راست و دست چپ باز مستقیم. اما وقتی که قرآن هدایت میکنه این قسم نیست، انسان را دست چه گرفته تا منزل آخرش میرسانه. این هدایت قرآن است. ان هدى الله هو الهدى. اصل هدایت از قرآن است. فطرة الله الذي فطر الناس عليها. فطرت خداوند مو است که انسان ها رو به اونمو فطرت جمع کرده. امو فطرت چی است که خداوند واحد است، لا شریک است و ما روز به او به طرف او رفتنی هستیم و اعمال، تمام اعمال ما محاسبه میشه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم و اياكم عند الله.